به نام خدای مهربان، سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوار هستم در هر کجایی که هستین خوب و خوش و سالم و سرحال باشین. قبل از هر چیزی عید گذشته براتون تبریک میگم. امیدوار هستم که خوب گذشته باشه و بعد هم به همه شما عزیزانی که با وجود همه مشکلات و سختی هایی که داشتین به این مرحله رسیدین، موفقیت 99%تان را تبریک میگم. مبارکتان باشه، چون از 100 قدم موفقیت 99 قدمش را برداشتین و او 1% هم به سودی به واقعیت تبدیل خواهد شد. در قسمت امتحان کنکورم باید بگم که اصلا ترس نداشته باشین، چون بارها و بارها و به کسرت امتحان را دادین و گذراندین، تنها فرقی امتحان بعدی خواهد بود که آسان تر است و همچنان هیچ سوالی خارج از کتاب، خارج از متنی که خواندین نمیه و هم خاطر جای ترسی هم باقی نمیمونه. ولی اگر استرس دارین، به نظر من که امتحان رو گذراندم کاملا طبیعیه، چون درسته که امتحان نه ابتدای زندگی ماست نه انتهای زندگی ماست و در زندگی امتحان های بزرگتر و مهمتر دیگه هم خواهد آمد، ولی این هم خیلی مهم است در زندگی ما و هم خاطر به نظر می استرس کاملا طبیعیه. ولی موضوعی که حتی همین استرس هم در وجود ما از بین میبره است که با خودتان باور داشته باشین، ایمان داشته باشین و همون زحمتی که کشیدین و تلاش کردین به رویاهایتان و اهدافتان ایمان و باور داشته باشین، چون این موضوع میتونه همون اندک استرس هم که در وجودتان هست را از بین ببره. خدایتان را شکرگزار باشین، از خودتان تشکری بکنین که تا این قسمت خودتان را رساندین و تسلیم نشدین و تلاش کردین. سر صحنه امتحانم قبل از هر چیزی دیگه آرامشتان را حفظ بکنین، سوالها را تا آخر و با دقت کامل بخونین. اگر خوب میفهمیم همه ما که سوالات کنکور از ریاضی شروع میشه، البته حرفم در مورد همه بخش هاست، اگر سوالی را حضور ذهن بیاد ندار، با حضور ذهن بیاد ندارین یا همون لحظه طریقه حلش کامل در ذهنتان نیست، این را بانین برای آخر همون بخش، چون همه ما میفهمیم یکی که بین سوال هم سخت است هم آسان است و هم متوسط است، بس سوال وجود داره که حتی نیاز به حل کردن نداره و زود میتونین جوابشو پیدا کنین، هم وقت زیادتر میمونه و همچنان ای که ممکن است در جریان حل کردن دیگه سوالات جواب هم سوال را پیدا بکنین یا طریقه حلش به یادتون حتما میایه یا همون روش را به یاد میارین که چطور باید حلش بکنین. پس بهتر ای است به جای از اینکه با عجله برن نشانی بکنه در کلید جوابات، دمور بانین برای آخر تا با آرامش کامل بتونین که حلش بکنین. در همه بخش ها، در همه قسمت های شما سانسیات ای لازم است، یعنی با آرامش و با دقت خواندن. و قبل از ورود به امتحان، در صحنه امتحان یک سری موضوعات است که باید از ذهنتان پاک بکنین. موضوعات مثل تبعیض است یا صحنه خیلی سخت گیر خواهد بود یا نمیفهم سوال این منطقه سخت است، سوال این منطقه آسان است. این موضوعات نه تنهایی که حقیقت ندارن، بلکه ذهن را هم مخشوش میکنن، آرامش را از ما میگیرن، دقت را از ما میگیرن. پس بهتر است که اینا را از ذهنتان بیرون بکنید، چون واقعیت ندارن. در قسمت انتخاب رشتم به هیچ یک از اعتبارهای اجتماعی اهمیتی ندین، همون چیزی که خودتون دوست دارین، همون رشته‌ای که خودتون دوست دارین و استعدادش را دارین، همون رو انتخاب بکنین، چون این انتخاب از شما در آینده یک فرد موفق می‌سازه. این استعداد شما، تلاش شما در همون رشته‌ای که دوست دارین از شما یک انسان موفق می‌سازه. پس بدون هیچ نوع اعتبار به اهمیت دادن به اعتبارهای اجتماعی، رشته دلخواهتان را انتخاب بکنین. به امید موفقیت تک تک شما عزیزان، امیدوار هستم یک امتحان خوب و عالی را پشت سر بگذارانیم.